اوكي انا در ریکورد میشه و سلام سلام. سلام به همگی. من دیگه میدم دست سبا جون. سلام سلام، مرسی پدرا، ممنون. من اول از همه عذرخواهی کنم بابت این هی تأخیرهایی که میافتاد، کلاسمون هم میافتاد عقب، و اینکه میخواستم به سحرم تسلیت بگم. امیدوارم که غم آخرت باشه واقعا. سلامت باشی، خیلی ممنون سواتون، مرسی. قربونت، مرسی. خب من قطعاتون، من دو تا قطعه شما سحر و مسعود رو گرفتم که روشون کار کردم و واقعا کیف کردم، خیلی خیلی خوب شده هر دوش و یعنی هیچ ایرادی وجود نداره، ایراد که نه، یعنی منظورم هیچ چیزی وجود نداره که باید کلیر تر بشه. خیلی هم تونستم ارتباط خوبی باشون برقرار بکنم، فقط سهر من الکترونیک قسمت بخش تو رو نگرفتم، ایمیلشو حالا هر موقع که تونستی برای من بفرستی، ولی خب چون که همش توی نوت و اسکورت کاملا مشخص شده است، یعنی هیچ مشکلی نیست، یعنی فقط اینه که من بتونم باهاش بزنم. باشه حتما میفرستم. حالا یه جاهایی هم قراره که بعد روی این اضافه کنم الکترونیکو. آره اوکی اوکی عالی. آره مسئله اصلا نیست، چون من تمام اینا رو تمرین کردم این مدت، به نظر من کامل کامل مشخص شده و دیگه حالا میتونیم تصمیم بگیریم که چه شکلی میخوایم اجراشون بکنیم، برنامه‌مون چه شکلیه و بخوایم برقرارش بکنیم. قطعه مسعودم هم همینطور، من همه چیش برام کلیر کاملا و این قسمت مخصوصا اولش که با هم کار کرده بودیم که میخواستیم بهتر بشه از نظر این که حالا نه فقط من، هر نوازنده ای بتونه اجراش بکنم، به نظر من عالی بود. یعنی الان اینو دست هر کسی بده کاملا کلیره، میدونه که چیکار باید بکنه و خودم هم زدمش کاملا دوئبل همه چی و هیچ نکته دیگه این نیست که به نظر من بخوام روش کار کنه. حتی کلاس امروز میتونه کوتاه‌تر هم باشه به خاطر اینکه همه چی مشخصه. حالا میخواستم ببینم که از این وقتی که داریم چه شکلی میتونیم استفاده کنیم که به درد شما هم بخوره. من یه فقط یه کوچولو، رنا میگه که قطعشو فرستاد ولی مثل که نرسیده، درسته؟ چون تو دریافت نکردی؟ نه، من ایمیل بچه ها به جیمیل من فرستادن، البته به ایمیل من فرستاده بودن به یاهو، ولی من جیمیل همه چی رو گرفته بودم، ولی از رنا من متاسفانه چیزی نگرفتم، یعنی همون قبل است که کامل نشده بود. اوکی خب پس نیومده. میتونیم رنا قطع شد، حالا برگشت من به رنا میتونم بگم که بفرسته بعد هم. آره الان هم میتونه بفرسته. آره یه نگاه بتونید. آره بعد خب دیگه. آره و الانم فرمتش دیگه هر جوری که دست خودته، هر جوری که صلاح دونستی. آره اوکی عالی. آره حالا سحر و مسعود هر کدومتون اگر که میخواین که مثلا قسمتش رو چک بکنین، میخواین که بشنوین اوکی کاملا، الان میتونیم انجامش بدین، چون که میگم از نظر اینکه بخوام صحبت بکنیم که بهتر بشه یا اینکه چه شکلی بنویسیم، دیگه اون مسئله حل شده است، دو جلسه قبلی صحبت کردیم و به نظر من الان کامل کامل آماده اجراست، آماده اینه که من آمادهش کنم برای اجرا. من یه سوالی داشتم برای این الکترونیک که میخوام روش بذارم. یه قسمت، دو تا قسمتش رو بود که ساختم، ولی به حالا کلاسی که داشتم هم با سهراب جام هم با پدان جام، یه جاهایی رو توی به اجرا شما حالا گوش بدم، یه چیزایی رو بهش اضافه کنم از اون آخرش که یه قسمت کیاتیک داره الکترونیک. آره. از اون چیزایی که قرار اون تو استفاده کنم یه جاهایی رو توی قطع اضافه کنم. بعد حالا سوالم این بود که این خواستم برای اجرا چجوریه، من میتونم اینو مثلا قبلش ضبط شده داشته باشم بعد بهش اضافه کنم، بعد اون فکر کنم فیلم میخواین پخش بکنین، اون فیلم آماده شده رو براتون بفرستم؟ من فکر میکنم که چون ما اجرامون قراره که من اینو قبل ریکورد کنم بعد حالت مثلا یوتیوب پخش بکنیم دیگه، درسته پدرام؟ آره دیگه، چون ویرچوال هست. اوکیه، من فکر میکنم که اگر تو برای من الکترونیکشو جدا بفرستی، خب من میتونم روی اون بزنم، وقتی که روش زدم اونو ریکورد میکنم. اونو دارم میتونم براتون بفرستم، ولی
هر جور باز خودتون راحتی، منتها حالا یه جاهایی هم هست که توش به اجرای شما اگه مثلا اونو داشته باشم همینطوری به اون اضافه، یعنی تو احتیاج داری که صدای منو داشته باشی که الکترونیکو ریکورد کنی؟ اون اونی که ساختم الان اون سینکه از نظر زمان بندی با چیزی که شما اجرا میکنی، ولی یه جاهایی که بخوام اضافه کنم بهش فکر میکنم بهتر باشه اگر که مثلا اونو داشته باشم بعد الکترونیکو بهش اضافه کنم، بعد مثلا ویدیوی آماده شده کاملو بفرستم که روز اجرا اونو مثلا پخش کنید. آهان اوکی، خب ببین پس یه کار میتونیم بکنیم، اون قسمت هایی که تو میخوای که الکترونیک بذاری بعد احتیاج داری که صدای منو عقب داشته باشی رو اگه برای من بگی که کجا هست برام بنویس، مثلا میتونی ایمیل کنی یا اینکه من حالا شمارم هم میتونم بگم فرقی نمیکنه، برام بنویسی که من اون یه تیکه ها رو میتونم خودم ریکورد بکنم برات جدا ایمیل کنم اگر که کمک میکنه. جدا شما بفرستین بعد با توجه به اون من بفرستم برای شما، شما اونو پلی کنید بعد روش اجرا. این کمکت میکنه، یعنی اینو میخوای دیگه، درسته که صدای ساز منو داشته باشی برای بعضی از قسمتا که الکترونیکو بتونی روش بذاری. حالا پدرام جان نظرشون رو بگم، من فکر کنم به دو دلیل بهتر باشه که اگه بشه اجرای کاملتون رو داشته باشم بهش اضافه کنم، یکی حالا البته من نمیدونم چه جوری اون من بخوام پلی کنیم، فکر کنم با اصلا مثلا بخوام پلی کنم یه جاهای شاید هم سخت باشه هم مثلا کیفیت صداش، با اینکه اگه من اجرای شما رو داشته باشم و اجرای الکترونیک رو با نرم افزار بذارم روش، فکر کنم این دومی فکر میکنم کیفیت الکترونیک هم بهتر باشه تا اون خودش پخشه. و حالا اون قسمت هایی که قراره مثلا اضافه تیکه از صدای مثلا جاروبرقی یا چیزای اینطوری روش که کار کنم، یه جای کوچیکی رو بهش اضافه کنم که از قبل از اون که اون کیاتیک باشه بیشتر شنیده شده باشه صدای الکترونیک. آره. برای هم اگر امکانش باشه که اجرای کام، یعنی همونی که قراره کنسرت مثلا اون اجرا رو اگه میشه کامل، آره حتما روی اون کالا. آره نه مسئله نیست، من میتونم اینو بعد ویدیوشو میخوای یا اینکه ساوند باشه کافیه؟ فکر کنم صدا باشه کافی، هر جو شما رو اگه میخواین یه دفعه ویدیوی اجرای کامل باشه، یعنی دیگه فیلم نه من فکر میکنم آخه من میخوام بازم روش کار بکنم که دیگه برای اجرا بتونیم بهترین چیزی که هست رو بذاریم با الکترونیک، برای همین منم خودم میخوام یه دو بشنومش با الکترونیک چه شکلی میشه، شاید بخوام مثلا بعضی اجرامو مثلا یه چیزایی رو توش تغییر بدم، برای همین الان واسه اجرا ریکورد نمیکنم، یه دونه ریکورد برات صدا میکنم کامل که تو داشته باشیش که الکترونیک روش کار بکنی، وقت بعد که برای من فرستادی من با توجه به اون چیزی که برای من فرستادی ممکنه یه سری تغییرات تو اجرام به وجود بیارم که اون آماده تر باشه برای اجرای اصلی. آها بعد اون آماده تر رو اونو ویدیوشو میفرستی منم دیگه الکترونیک نهایی رو بذارم روش این کار رو بکنی؟ فکر کنم درسته پدرام، اینطوری بهتره؟ آره من با سبا موافقم که وقتی که ریکورد میکنه الکترونیکس رو براش بفرست، چون که با الکترونیکس بزنه ضبط بکنه، ولی مثلا الکترونیکس رو از رو بلنگو پخش نمیشه که برای ضبط، یعنی سبا با هدفون الکترونیکس رو گوش میده، چون دقیقا همونچه که سبا گفت ممکنه بر اساس چیزایی که میشنوه یه چیزایی توی زدنش شاید اجاست بکنه که بلندینگ و چیزای مختلف بهتر بشه. آره دقیقاً، برای همین من با سبا موافقم که اگه با الکترونیکس ضبط بکنه قسمت ویولون رو بهتر میشه و بعدش، یعنی ولی ضبط شدهش فقط صدا ویولون میاد، چون الکترونیکس رو داره توی هدفون گوش میده، بعد تو خودت الکترونیکس رو میتونی مونتاژ بکنی روی اون صدای ضبط شده ویولون سبا، بعد صدای ضبط شده ویولون هم میتونی یه سری پروسس ها روش بذاری اگه خواستی. ای در واقع ما دو مرحله دیگه داریم، یه دونه این که من برای تو بیشتر از دوتا، من برات صدا رو بفرستم تو الکترونیکا روش کار بکنی، بعد آره کار که کردی برای من بفرستی من بشنومش، بعدش من بر اساس این چیزی که دارم میشنوم تغییرات و رنگ و اینجور چیزایی که خواستم و تغییر بدم و انجام بدم، و بعد فاینالشو دیگه برات میفرستم که بخوای تو دیگه تاچای آخرشو انجام بدی. می کنم اینطوری برنامه خوبی میشه. حالا بعد به نظر پدرام کی میتونیم ما اینو اجرا بکنیم؟ حالا من برای یه پروژه باید یه دو هفته و نیم دیگه میام ایران، یه مدتی آره هستم اونجا تا مثلا 4 سپتامبر،
بعد یعنی مثلا یه 4 هفته ایران هستم برای چند تا کار و بعدش برمیگردم، یعنی اون مدتم دوست خوشحالم میشم ببینمتون. برای همین میتونم که بعد از اون موقع هر موقع که باشه میتونیم که ضبطش بکنیم. برنامه ضبط و اینا برای کنسرت دست خود نوازنده هاست، این دست خودته که هر چقدر تایم شما یعنی میخوایم که کوالیتیشو پرایورتایز بکنیم دیگه، یعنی هر چقدر که تایم نیاز داشتی، هر موقع که هر جور که سلاتو نسی و هر موقع که برات هر چقدر برات کانوینینت بود همون موقع میتونی آره زب بکنی، و یعنی هر موقع زب برنامه زب تموم شد ما همون موقع پابلش میکنیم رو یوتیوب. درسته، آره خوب میشه به خاطر اینکه بعد حالا این هم ازت بپرسم که میخوایم تو استودیو ریکورد بکنیم یا اینکه تو خونه باشه چه شکلی باشه، اینا رو هم حالا بعدن فیکسش میکنیم. ولی به خاطر اینکه سه تا قطعه هست من فکر میکنم که حالا من برگردم از اون موقع میتونم روش کار بکنم دیگه، یعنی اون قطعه سحر رو میفرستم که میخواد داشته باشه تا قبل از اینکه برم که فرصت داشته باشه روش کار کنه، ولی بعد که برگردم اون موقع فکر میکنم مثلا یه ماه این حدودا روش کار کنم کافیه. فکر میکنم تو اکتبر و اینا بتونیم انجامش بدیم، حالا باز اینا رو صحبت میکنیم حتما. آره این از این. فقط رنا من قطعه تو رو نگرفتم. خوبی؟ مرسی، ممنون. مرسی. میتونی برای من الان بفرستی یه دونه نگاه بکنیم بهش؟ برای اینکه من قطعه رو توی جیمیلم نگرفته بودم. چرا، خیلی عجیبه. من همین الان هم دوباره فرستادم، الان پدرام به من گفت دوباره فرستادم، میشه یه لحظه چک بکنم؟ آره حتما. من آره. همون 29 می فرستاده بودم. چون من برای بچه‌ها می نوشتم که گرفتم چیزشون رو، یعنی بهشون می گفتم که گرفتم، یعنی بهشون ایمیل بک می کردم که گرفتم، ولی الان این من آخرین ایمیلی که از تو گرفته بودم 9 می. حالا الان گرفتم، اشکالی نداره، الان می کنم. باش، مرسی. خب یه سری قسمتاش هستش که بخوای بشنویش یا اینکه بخوای رنا قسمتایی هستش که بخوای بشنوی توی قطعت؟ اون چیزایی که برام سوال بود که اون سری شنیدیم و فکر نمی‌کنم دیگه، حالا نمی‌دونم مگه اینکه یه چیزایی باشه که نشه زدش، ولی اون چیزایی که من شک داشتم و اون سری روشون کار کردیم. اوکی. یه کاری که میتونیم بکنیم اینه که خب من برای قطعه سحر و مسعود فرصت داشتم که روش کار کنم چون گرفته بودم، برای تو چون که اینطوری شده بود من میتونم روی این یه وقتی بذارم روش تمرین بکنم، بعد خودمون دوتایی میتونیم یه سشن داشته باشیم که من باهات چک بکنم، یعنی اینکه من میتونم مثلا اینو تمرینش بکنم یه هفته ای، بعدش جدا با خودت بهت ایمیل بزنم، حالا گوگل میتی یا زومی هر جا که هست میتونیم دوتایی با هم دیگه دقیقه بشینیم ببینیم که چه شکلیه، کامنت های آخر رو روش کار بکنیم که تا قبل از اینکه به خاطر دیگه فاینالایز شده باشه. آره حتما من با ایمیل بهت میزنم، چون این الان تو کامل برای من فرستادی ولی من احتیاج دارم که روش تمرین کنم حتما که ببینم که چه شکلیه، برای همین من با تو میتونم جدا برنامه بذارم. باشه مام. باشه، خواهش میکنم. خب الان قطعه مسعودم سحر تو دیگه چیزی نیستش که بخوای کار آخرشو انجام بدین تا من برات بفرستم ریکوردینگو؟ نه، فقط حالا تا آخر من دارم الکترونیکشو براتون میفرستم، بعد میخوانم تا فرسته شد چک کنی که اگر اوکی آره. شده دوباره الکترونیکو. باشه حتما. خب برای مسعود هم میگم اینم عالی بود، خیلی خوب و کاملا
چیز هست، انجام شدنیه. من میخوام بگم که خودم یه جا سوال ازت داشتم مسعود، میزان سی؟ بله. اون جایی که گذاشتی همون اوور پرشر دیگه، درسته؟ یه حالت یه شیپی هست. آه. اونم همون اوور پرشره. دوباره میخوای پرشر کم بشه؟ اون اینجوریه که اولش زیاد میشه بعد میمونه تو حد نهایت کم. اوکی عالی، چون بازم هستش بعضی جاهای دیگه. بله. اوکی عالی. من پس بقیهش همش چیزه، من فقط دور اینو خط کشیده بودم ازت بپرسم، بقیه رو که تمرین کردم زدم کاملا عالیه و خیلی هم جالبه بخاطر اینکه یه عالمه فیفت نوشته، فاصله پنجم نوشته، که بعد واسه تمرین خود من برای وارم اپ هم خیلی خوب داشتم دوبلا رو تمرین میکردم واسه دست چپم، خودش اتود بود. آره این همینه. حالا تو اگه جایی هستی چه چیزی هست که میخوای بشنوی، اوکی من میخوای برات انجامش بدم الان، یا چیزی هست مثل سحر بپرسی از من؟ من اگر که بشه میخوام، چون که اگه من قطعه رو کلی بخوام تقسیم بندی بکنم، 4 صفحه اولش خیلی با فیلترینگی که در طول سیم ها تو جاهای مختلف آرشه کشی به دست میاد، یعنی رنگای مختلفی که به دست میاد بازی کردم 4 صفحه اول. بعد بیشتر سمت پیچ متریال رفتم، بعد آخرش دوباره برگشتم به همین فیلترها و رنگ ها. حالا این قسمت رنگ ها رو اگر که بشه مثلا 4 صفحه اولش رو میخوام بشنم اینا مثلا چجوری صدا میده، حالا اگر که اصلا از دستگاه های ما بیاد صداش، نمیدونم میاد یا نه اون قسمت ها. ولی اگر برای تو فقط 4 صفحه اول رو اینو میخوای بشنوی؟ آره، یا 3 صفحه. خب من اینو میتونم برای تو هم ریکوردش کنم اگه بخوای. خب عالی میشه. آره آره، چون برای سحرم باید بفرستم، برای تو هم میتونم ریکورد کنم 4 صفحه اول رو. آره مرسی. آره حتما. اون قسمت یه صفحه اجرا کنین، سرعت آرشه کشی و اینا ببینم چجوری میشه، یعنی نوتی که نوشتم اولشو. بله اوکی حتما. میخوای قسمت بریج و بادی و ایناشو ببینی؟ دو صفحه اگه بشه بزنی، هم بریج و بادی ببینم، همین که کلا این آرشه که میاد تا مولتو سلتاستو و برمیگرده، خواهمینم نوت هم اون چیزی که تو ذهنم بوده رو میرسونه یا نه. آره بیا بهت بشم. خب ببین اولشو توی بدنه دست چپ من که قراره که آخر میزان اول بیاد و یه نوتی رو نو پیچ دیگه، درسته؟ اولش هم که رو بادی هم هست دیگه، اینو با هم چکم بکنیم خوبه. خب پس میشه بله. حالا من اینا رو باید همه رو آرشه گذاری هم بکنم. ببین این نو پیچی که تو میخوای، تو برات فرق نمیکنه که من لفت هندم رو استفاده بکنم یا نه؟ نه نه، بعد این قراره که کاملا روی بریج باشه اون نو پیچه. خب پس یعنی اینطوری میخوای، درسته؟ آره آره، و اصلا سیم نباشه، یعنی روی سیما نباشه، رو همون چوبه بریج باشه. درسته؟ این مدلیه؟
آره یه همچیزی هم صداش من هم نمیدونم به تو میرسه یا نه نمیرسه هیچی فقط دارم عداش انگارم حالا یه لحظه صدای بریج اومد آره پرشر بیشتری میخواد وقتی که اینطوری هست حالا تو اجرا 100% بهتر میشه آه دقیقا آره. بقیهش هم بیهاینده درسته پشت بریجه دیگه روش نیست از خط سوم از خط دوم بعد آره میزان 8 به بعد آره میزان 8 به بعد حالا از میزان 11 دیگه یه فلشی روی دوم ها هست که این نشون میده که روی سیم ها قرار اجراش دیگه فقط چوب نیست آره و برات هم یعنی نوتش چیز نیست درسته؟ هفت پیچه دیگه آره ولی باید با همه اینا با میوت خواهد بود با میوت آره خب ببین اینجا خب نه هیچی درست بعد آخرش درست بعد بعد ولی خب الان من اینا بدونم اضافه میشه آره و این تپ هم برات فرق نمی کنه که کدوم سیما باشه فقط میخوای تپ رو بزنی نه میخوام رو همه سیما باشه اینجا آره دیگه چهار یعنی صحبت کردیم گفت من اضافه کردم که extend 3 and 4 to touch sol G یعنی هر چهار تا سیم باشه اوکی پس اسلپ یعنی کوبیدنه ولی خب اینا رو این مدلی میخوای درسته آره ولی اگه بشه که مثلا انگشت کشیده بشه که کل سیما رو بزنه یعنی در واقع بزنه روی فینگر بورد کامل نه میدونی چرا به خاطر اینکه یه جا هستش بعدش که تو رندوم میخوای این اتفاق بیفته بله. خب بله. ولی اینجا فرقش با اونجا اینه که تو میخوای همه اینا با هم حرکت بکنه درسته آره اوکی اینو چک بکنم بعد اگه بخوام از میزان 11 برم دوباره که تشنوی اینجا از میزان 13 آرشه حرکت میکنه از مولتو سول پونتیشلو به سمت مولتو سول تاستو درسته که بعد با ریتاردندو هم دیگه به هیچ میرسه بله فقط این تعدادی که تو برای اسلپ گذاشتی حتما میخوای با همین تعداد باشه دیگه حالا من بعد یه مقدار رو ریتمش کار کنم آره چون الان من خیلی بیشتر زدم یه نکته راجع به حرکت آرشه خب الان آرشه از دقیقا از شروع میزان 13 حرکت شروع میشه یعنی روی مولتو سول پونتیشلو نمیمونه از اونجا شروع میکنه میره مولتو سول تاستو
موتوسال تاستان من تعریف کردم که تا حد ممکن به دست چپ نزدیک بشه، تا جایی که میشه و انگشتان دست چپ نزدیک بشه. آشه حتما، فقط این قبلش به خاطر اینکه فورت نوشتی، خب من اونجا رو یه مقداری باید به اندازه 3 بیت کامل پس توی پونتیچلو بمونم دیگه. آره نه فلش که زدم، یعنی حرکت رو شروع کنی، یعنی توی این میزان تا آخر میزان برسیم به مولتو سلطاستو. خب عالی، حرکت یه مشکلی دقیقا به وجود میاد به خاطر فورتهی که نوشتی. خب من به خاطر اینکه صدا کم میشه وقتی به سمت بریج از بریج دور میشی به سمت گریف میای، وقت بعد من الان بخوام فورتر رو بزنم میتونه صدا بلند باشه هنوز، ولی خب اونقدر نیست، کوالیتی ساوندت نمیشه مثل فورته باشه به خاطر اینکه از خرک دارم دور میشم. بعد اوکی باید اگه فورته یه ذره داینامیکش پایین تر باشه. آره آره، چون اینجا میوته کلا، صدای آزاد که نداری، صدای میوت داری. بیشتر منظورم اینه که یعنی آرشی ما فشارش بیشتر شه به اون سمت که میره. اوکی دام که تپینگ بیشتر. ببین یه چیز دیگه هم که اینجا من باش برخوردم اینه که تو وقتی که اینجا رو من میوت میکنم، تو 4 و 3 و 2 رو میخوای که اینجا با اون ریتمی که نوشتی تپ بشه، درسته؟ بعد نوت پایینی که نوشتی من رو سول و ره هستش آرشم، ولی خب اون صدا رو نمیده چون میوت شده. اوکیه دیگه؟ آره آره. یه چیزی سوا جا اینجا من میخوام که کلن سیما میوت بشه و هیچ صدای سیمی نباشه، هیچ پیچی نباشه. خب اگر که نباشه، ببین من چون انگشت اول رو میوت کردم، خب میبینی 4 رو میوت میکنی، وقتی من رو بخوام بزنم ببین صدا میشه. بذاری بار چیزش کنی. یه صدایی به هر حال ازش در میاد چون تو انگشتا رو گرفتی، میدونی؟ آها. اگر که میخوای مثلا میتونم جای آرشه رو عوض بکنم، دوباره بیارم مثلا روی بریج که پیچ از بین بره. حالا با تغییر داینامیکی که خودت خواستی، چون الان من با هر صورتی بخوام اینو میوت بکنم بالاخره یک صدای پیچی از توش در میاد، وقت بعد دیگه تو سول و ره رو دقیق اون دوتا رو با هم نمیگیری و تو هم میخوای پیچی نمیگیری. آره این یکی از دغدغه‌های من بود که نگران همین بودم که این اینجوری بشه. اینو آره. نمیشه با سرعت آرشه کشیدن و خیلی نرم آرشه کشیدن این پیچا رو از بین برد که فقط یه صدای خفه‌ای بیاد. من یه کاری که میتونم بکنم اینه که اصلا میتونم میوتم بذارم، میدونی مثلا اگه من پرکتیس میوت بذارم، بذار بهت نشون بدم، پرکتیس میوت بذارم صدا رو تا حدی خوبی کم میکنه. بعد قبلش هم چون که سکوته، حالا اون قبلش رو میتونیم یه فرصتی بذاریم چون من دستم هم باشه، من اگر اینو بذارم علی میبینی هنوز یه صدای پیچی داره. تو بعد تو اولویتت اینه که پیچ نباشه، درسته؟ آره. خب من فکر میکنم پس جای آرشه رو باید عوض کرد. نمیشه سرعت آرشه رو انقدر روورد پایین، یعنی انقدر حرکت آهسته باشه که ارتعاش سیما ایجاد نشه برای اون. میتونیم یه بار ترایش کنیم. آره یه همچی چیزی در این... یعنی صدا اگه که خیلی پایین باشه داینامیکه اوکی باهاش، یه صدای پیچی داره ولی خب خیلی کمه. ببین آره
آره باهاش اوکی هم. اوکی پس بذار من میوت هم میخوای که باشه پرکتیس میوت یا نه ایدار بدون اینم بشنو. باشه پس بذار پس اینم باید یه تایم لاینی هم براش بذاریم. میوت میاد روی بریج؟ آره. نه پس نمیشه چون آرشه قراره بیاد قبل بریج و بعد بریج حرکت کنه. قبل بریج و بعد بریج حرکت بکنه. خب اگر خب پس یه کار میشه کرد، میشه که این سولتاستو رو خیلی بیشتر از اون من بیارم روی فینگر بورد، یعنی اینطوری اوکیه؟ آره اوکیه، منتها سولتاستو نمیدونم شاید بعد بریم سر اکسترا مولتو سولتاستو. ببین اینی که من سولتاستو معمولی که می نویسن فقط میاد نزدیک به فینگر بورد، خب روی فینگر بورد نیست. اگه تو میخوای که حتما روش باشه آره میتونی مثلا بنویسی که آره حتما مثلا روی فینگر بورد باشه، حتی میتونی مشخص کنی کجای فینگر بورد میخوای آرشه رو. تو این اگه من اینجا بذارم اینجا هنوز به من رنگ میده و وقتی که دستمو گذاشتم هر جام گذاشته باشم میوتش کرده باشم تو هنوز صدا رو میشنوی. خب آرشه رو قراره که در طول سیما حرکت بده، یعنی یه جایی خب اونجوری صدا میده بعد میاد نزدیک انگشتا میشه صدا نمیده. اگه فلشای مثلا از همین میزان 15 خب با میزان فلش زده شده از مولتو سولتاستو به مولتو سول پونتیشلو، خب این حرکت تو وقتی مینویسی مولتو سولتاستو منظورت این هست که آرشه در واقع بیاد اینجا دقیقا بغل دست چپ، یا من درست متوجه میشم؟ منظورت آره، از مولتو سولتاستو یعنی این درسته؟ بله بله. اوکی پس چیز میشه آرشه در واقع مولتو سولتاستو معمولی تا اینجا نمیاد، در واقع میاد تا دم انگشتای دست چپ. من اینجوری متوجه میشم درسته مسعود؟ آره مولتو سولتاستو رو من توی پرفورمنس نوت هم اینجوری تعریف کردم که تا حد ممکن به دست چپ نزدیک بشه. آره پس اینو بعد نمیخوای که حرکتش هم تغییر کنه، یعنی میخوای یک جا بمونه از اول تا آخر، درسته؟ یعنی پوزیشنش عوض نشه آرشه. چرا؟ آرشه دائما داره حرکت میکنه. نه این یه تیکه رو که سولتاستو تا پونتیچلو رو میدونم، این یه تیکه که قراره صدا خیلی کم باشه رو میگم، پوزیشنش یه جا بمونه. این که گفتم صدا کم باشه کلن برای این چهار صفحه اول آرشه کشی این شکلیه، یعنی من میخوام پیچ زیاد نداشته باشه، اینو میوت داشته باشی. متا شما الان گفتی که میوت هم که بشه باز به حال یه صدایی میده، گفتم اگر میشه از طریق سرعت آرشه کشی خیلی آروم بکشین طوری که سیما خیلی مرتعش نشه، فقط صدای مالش آرشه به سیم بیاد، صدای استکاکه بیشتر بیاد تا ارتعاشه. بذار پس من این رو بنویسم چون این چیزیه که مثلا میشه روش کار کرد. بعد خب این به نسبت وقتی پونت چلو هم میشه صدا هم بیشتر میشه، یعنی اوکی دیگه، یعنی رنگ کاملا تغییر میکنه. آره اصلا تغییر رنگ مد نظرمه، رنگ تغییر. اوکی عالی. بعد توی قسمت میزان 16 اون تپینگ رو میخوای که پیانو باشه، بعد وقتی یه فورته میشه یعنی از یعنی دستم و من مقداری که وزن میذارم روش که تپ کنم و میخوای که تغییر بدم، درسته؟ یعنی اولش اگر که اینطوریه دقیقا. آره. من نگاه به این اسلپ ها کاملا کوبه ایه دیگه، یعنی یه ساز کوبه ای همجوری داره همراه آرشه کار میکنه. آره حالا یه چیزی برای همین که اون
سیما کمتر صدا بده وقتی میوتن، کلا میشه موی آرشه رو اینجاها شل کرد، بعد رسیدیم به اون قسمتی که دیگه پیچ متریال زیاد میشه از صفحه 5 به بعد موی آرشه رو صفر کرد. همچین چیزی ممکنه وسط قطعه این کار کرد؟ الان داشتم فکر میکردم میشه کاری که کرد اینه که من هم میتونم آرشه رو بیارم دیگه خیلی ملتو باشه، خیلی نزدیک به انگشت های دست چپم باشه، و اینکه میتونم از موی کمتری استفاده کنم. یعنی به جای اینکه فلات هیر بذارم همه موهای آرشه استفاده بشه که صدا رو خب بالاخره بیشتر میکنه، میتونم آرشه رو یه ذره کچ تر بگیرم که فقط گوشه آرشه کچ بشه. یعنی در واقع یه بار امتحانش کنیم. بعد حالا بعد میشنوی صدا رو، نمیدونم چه شکلیه ولی خیلی کمتر شد. آره سبا الان اینی که گفتی یه آیدیا داد به من، نظرت چیه که میتونیم که اصلا مو استفاده نکنیم به حالت کلنیو تاتو؟ آره، اونم قسمت چوبش بزنیم چون اون واقعا دیگه پیچ کوالیتی رو خیلی میاره پایین. میخوای اونم میتونیم امتحان کنیم؟ میخوای آره کلنیو تاتو رو. این دیگه خیلی بیشتر صدای دستا میاد و کوبه ایه، ولی میدونی اون صدای استکاکه نیست، صدای یه انگار یه ساز کوبه دیگه آرومی که کشیده هست با خود چوب آرشه به سیمم هست. حالا این دوتاشو میتونیم امتحان کنیم، من هر دوشو میتونم انجام بدم. اینی که خیلی موی کم باشه، یعنی در واقع بشه اینطوری میبینی هنوز یه استکاک خیلی کمی هست، ولی اونی که پدرام میگه هم اینطوریه. حالا با داینامیک فت کار بشه روش، اینم هست. من فکر میکنم که اون چوبه خیلی هارمونیکای بالای سیمو میاره، صداشو در میاره موقعی هم که رو سیم اگر که بلغزه و اینا، همون موی کمتر شبیه تره به چیزی که میخوام. هم موی کمتر باشه، هم اگر که میشه سرعت تا جایی، سرعت حرکت آرشه، سرعت پایین اومدن و بالا رفتنش تا جایی که میشه پایین باشه که بیشتر صدای خش خش داشته باشیم، صدای شه داشته باشیم مثلا. بیشتری هم صدا این کار رو میشه که اول اینکه باید خیلی دیگه بیارمش سلطاستو. اوکی. حالا با هم فشار آرشه میشه یه بار از مولتو سول پونتیشلو به سمت مولتو سول تاستو برین و برگردین. بعد اینجام که میاد دوباره میخوای که کم باشه، درسته؟ چون اینجا دیگه ننوشتیم سولتاستو، میزان 16 اینجا مولتو سول پونتیشلوه و کلن میخوام تا جایی که میشه کم باشه تو این چهار صفحه. خب الان نگاه کن، اول میزان 16 پونتیشلوه، درسته؟ فلشش اینجا تموم شده. بعد سر نوت بعدی که میاد که میه بعد دوباره لامیلا، اونجا چیزی نوشته نشده که میخوای مثلا توستاسو باشه یا اینکه پونتیچلو باشه. اونجا رو میخوای چیکار بکنی؟ با همون کیفیت آخری که رسیدیم تو موتو سول پونتیچلو همونجوری بمونه. اوکی. حالا اینو بعدا تو ورژن های دیگه میتونی ادامه بدی فلششو. پونتیچلو باز هنوز باشه. الان موتو سول پونتیشلو اینجا تموم میشه، معنیش این نیست که آرشه یعنی همینجا بمونه، موتو سول پونتیشلو بمونه تا علامت بعدی. من نمیدونم، من احساس میکنم به خاطر اینکه جاهای دیگه هم دقیق مشخص کردی که
این فلش از اینجا میاد تا اینجا، وقتی که اینجا تموم میشه انگار که یهو وسط راه من نمیدونم آرشام بعد چی کار بکنم. ولی اگه میخوای پونت چلو بمونه میتونی مثلا فلش تو ادامه بدی. نمیدونم پدرام تو چی فکر میکنی؟ فکر میکنم منظور مسعود از فلش یعنی که موومنت از یه فرم پلینگ به یه فرم پلینگ دیگه، درسته؟ یعنی وقتی فلش میزنی یعنی از مثلا سلطان حرکت کن به سلطاس، درسته؟ آره دقیقا. یعنی اوکی پس من آره اوکی پس منظورت یعنی چیز نیست، یعنی از اینجا تا اینجا نه، منظورت یعنی موومنت از اینجا یعنی حرکت کن. اوکی متوجه شدم. پس این میتونه درست باشه کاملا. بعد میزان 14 اونجوری که متوجه میشم آرشه بغل انگشتای دست چپ داره میزنه، درسته؟ آره میزان 15 میشه. آره مولت 14 14 که آرشه نداره. آن درست میگی. چیز آخر میزان 13 13 بله میشه نزدیک انگشتا هیچ رسیده دیگه قبلش، ولی نه قبلش یه ذره صدای بیشتری میخوای. آره حالا این نزدیک انگشت های دست چپ رو میشه یه بار آرشه بکشیم ببینیم چه جوری صدا میده. تا کجا میشه نزدیک شد به انگشت ها؟ تا جایی که انگشت هم هست، یعنی مثلا میشه کنم بسیگه داره به نوتی هم که میخوای. ولی معمولا اونجا که میرسین همون سیم 3 و 4 دوبل نوت هم. آره نوتش دیگه همینه. همینه اوکی کوالیتی رو میده. خوبه این نزدیکه به اون چیزی که میخوام. حالا به طور کلی من برای ساعت کمک بکنه یعنی این قطعه بر اساس همین حرکت آرشه نوشته شده که از همون نزدیک خرک شروع میکنه میره تا نزدیک انگشتای دست چپ و برمیگرده همون نزدیک خرک، بعد حرکتش گسترده تر میشه، یعنی از بعد از خرک میره به سمت تیل پیس پشت خرک تا جایی که بشه، بعد از اونجا میاد از بریج میگذره دوباره میاد تا نزدیک انگشتا. یعنی کل این بازه‌ای که میشه آرشه کشید از تیل پیس تا انگشتای دست چپ و با یه حرکت دایره واری طی میکنه که کم کم به سمت اون قسمت هرج و مرجش میره که اونجا دیگه همش گلیساندو هستش و خیلی شلوغ میشه. اونجا دیگه اون تغییر رنگا رو بیشتر با دست چپ داره میگه آرشه کمتر حرکت میکنه. پس این چهار صفحه اوله که همونطور که گفتی حرکت لفت هند ما کلا کمتره، بیشتر با بله. رنگ و آرش هست. بله. اوکی عالی. نه اون قسمت های بعدیش هم کاملا از نظر لفت هند و اینا مشکلی نداشت، اون دیگه خیلی کلیره. همین قسمت اولشه که چون یه سری چیزای جدید استفاده کردی، مثلا همین که آرشه بیاد دم لفت هند و همه اینا چکش کردیم به منم یه چیزی داد که بتونم تمرین کنم، به خاطر اینکه منم نزده بودم تا حالا اینکه آرشه رو بتونم نزدیک به دست چپم بکنم و اینا تکنیکای جدیدیه کاملا. برای همین این چهار سفر رو من میتونم برات یه ضبطیش بکنم برات بفرستم که تو هم بتونی ببینی که جاهایی اگه میخوای تغییری بدی یا حالا هر چیزی که هست. آره امکانش هست ویدیو باشه؟ آره میتونم، اصلا میتونم هم دارم برای تو رو ضبط میکنم برای سهرم میتونم ویدیو بگیرم بر دوتا. آره مرسی. حالا صفحه آخرم من یه سوال داشتم، یه جا نوشتم که هر ضرب یک سایکل توی میزان 102. خب اینجا برای دست چپ علامت سایکل گذاشتم، آرشه چرخشی، بعد هر ضرب یک چرخش انجام بشه، یعنی یه چرخش کامل بشه. اینجا همچنان که دست چپ داره یه کارهای دیگه ای میکنه، دست راست داره این چرخشه رو با
تمپوی که اینجا داریم، یعنی از هم رو همون دوتا سیمه یه ذره چرخشش سرعتش میره یکمی بالاتر، یعنی حالت این مدلیه. آره ولی دینامیکشو چهار تا پی گذاشتم به خاطر همون قضیه که بیشتر صدای استکاکه باشه تا صدای پیچ. اوکی میشه ببین چون اینو آتش الان بشه فکر میکنم اینم میتونم بیشتر بیارم سمت لفت هند اگه میخوایی صدا کم باشه خیلی. بعد اینکه نوشتی پونتیچلو، البته چون میخوایی بمونه درسته؟ نگاه کن اگه پونتیچلو آره آخه میدونی چی شد، من دوست داشتم بیاد سمت دست چپ ولی تو خط پایینی دست چپ لفتم پیتیکاتو داره، بعد تا میکرون هم میاد بالا، گفتم اگه تا اونجا آرشه باشه خب اینا به هم دیگه تداخل میکنن. خب من اینو میتونم یه نگاهی بهش بندازم ببینم مگه دم حتی پونتیچلو که هست من خیلی وزن کمی بذارم روش، یعنی در واقع میشه اینو خوبه؟ آره خوبه، یعنی یه حالتیه که شبیه به همین صداییه که اینجاست ولی با وزن خیلی کم، یعنی دستم باید اصلا بیارم بالا. اینا میتونیم آره. حتی همون دقیقا همون جوری که با موی کم ترای کردیم اون چیزه رو، اینا میتونیم ترای کنیم با موی کم ببینیم این چجوری میشه. آره این اصلا با موی کم باید باشه به خاطر حرکتش، یعنی الان با همون موی کمه نگاه کن. اوکی آلردی با موی کم میزنم. آره الان من با نوک آرشو میزنم، با تون اگه کلش باشه خیلی صدا میده، بعد اصلا حرکت سیرکل هم سخت میکنه، برای همین برای اینکه بتونم راحت بچرخونم باید با چیز باشه. ولی یه سوال، این رو اگه می پاسیبل هست که کل نوت خاطر رو بشنویم روی آره. این هم صدای خوبیه، سب شد. من فقط خودم ترجیح میدم که کلگنو نباشه به خاطر اینکه این میتونه چون چوبه میتونه به سیم صدمه بزنه چون تو حرکت دایره واره، چون کلگنو خودش تکنیکش اینه که تو اینطوری میزنی دیگه نوتا رو، ولی وقتی که این داره میچرخه یعنی چوب داره میچرخه رو سیم. خب پس راحت مگه برای یه جای خیلی کوچیکی باشه. شما کارمون رو راحت کردیم. آره دیگه انتخابتون رو من کردم. بنویسم اینجا که چیز باشه خیلی وزن کم موی کم. حالا اینو من اگر از طریق نوتنسی میخواستم بگم چجوری میگفتم خوب بود، یعنی از اول قطعه بعد یه جوری می نوشتم که آرشکشی با وزن خیلی کم باشه با موی کم باشه. آها این اصلا این چیزی که داری الان به من میگی رو مثلا گفتی که 400 ببین مثلا الان تو چیزی که توضیح دادی راجع به تکنیکایی که نوشتی عالی شده. خب یه چیز دیگه هم که میتونی برای خب قطعه تو قطعه پیچیده ایه، خب میتونی مثلا یه صفحه دیگه اضافه بکنی برای مثلا نوازنده های بعدی که توضیح بهشون بده که همین چیزی که من گفتی، مثلا ایدت از این قطعه چی بوده، مثلا من این قطعه نوشتم برای اینکه مثلا همچین چیزی تحت تاثیرش بودم، بعد مثلا چهار صفحه اول میخوام بیشتر تمرکز روی رنگ باشه، بعد میخوام که مثلا دست چپ اضافه میشه رنگ بیشتر دست چپ داده میشه، تمام این توضیحاتی که الان به من دادی رو میتونی برای نوازنده بنویسی. یعنی میگم بهترین حالت اینه که تو اصلا فرض بکنی طرف واقعا نمیدونه، هیچی نمیدونه، چون آدم یه موقع این مدلیه که تو چون آهنگسازی همه اینا رو تو ذهنت داری برای خودت خیلی چیزاش واضحه، یعنی مدلی هست تو اینکه واضحه اینکه مشخصه اینو که میدونه
ولی تو باید تصور کنی که طرف اصلا نمیفهمه هیچی، متوجه نشده، اصلا نمیدونه چیه، که هر چی که تو ذهنت میاد که حتی برای خودت هم خیلی مشخصه اونم بنویسی. چون وقتی هر چی بیشتر باشه اطلاعاتت و دقیق تر باشه، قطعاً خیلی نزدیکتر اجرا میشه به اون چیزی که توی ذهن خودت بوده. برای همین همه این چیزایی که من توضیح دادی رو کامل میتونی بنویسی. بعد این ارتباطت هم با نوازنده، چون میگم فرصت اونقدر شاید نباشه توی دنیای واقعی که تو هی بخوای نوازنده رو ببینی، این کار سرعتت هم میبره بالاتر. درست اینو میتونی کاملا اضافه بکنی بهش. ولی خب حالا الان که من برای من نه، چون من دیگه الان چندین جلسه با هم داشتیم میدونم که چی فکر میکنی، ولی برای مثلا اجراهای بعدی. بله مرسی، خواهش میکنم. مرسی، قربونه. خب پس قرار شد که من با رنا یه جلسه داشته باشیم. رنا من حالا بهت ایمیل میزنم، یعنی پدرام لازم هم نیست که تو میخوای میتونی باشی، ولی اگر که دیدی وقت نمیکنی و اینا من میتونم هر جو خودت. هر جور که شما دوست داشتین من میتونم باشم، میتونم نباشم، بستگی به اسکیجولم هم داره دیگه. ببینم که آره من میکنم، من بهت خبرشو میدم، چون ممکنه بعضی جا بخوایم ازت کمک بگیریم مثلا میتونم بهت بگم، ولی من اول قطعشو بزنم ببینم اگر جایی سوالی چیزی بودش که به کمک آهنگسازیت احتیاج داشتیم که ایده بخوام به اون بدی. آره حتما باهات هماهنگ میکنم، ولی شاید اصلا همه چی خیلی عالی باشه، برای همین آلی. فقط با رنا مثلا که کارشو بخواد بشنوه با هم دیگه قرار بذاریم. اوکی. من حالا رنا فکر میکنم توی هفته آینده خوب باشه. تو به من میتونی ایمیل بزنی چه روزایی وقت داری که من بر اساس اون هماهنگ بشم؟ آره باشه حتما. آره که اینو هماهنگ بشیم. قطعه برای سحر و سحر من برای تو که کامل ریکورد میکنم تا قبل از اینکه بیام ایران میفرستم برات. برای مسعودم همینطور، برای مسعودم 4 صفحه اولشو ریکورد میکنم که ویدیو خواستی. من الکترونیکم رو فرستادم، اگر حالا بعدن چیز نشده بذار ببینم. فایل زیپ شده است، هنوز نگرفتم، ولی شاید الان اومد. آره اومد. آره yes. اینم تو میخوای که من ریکوردینگمو با این انجام بدم؟ فکر کنم این یکم سخت باشه، میدونی چرا؟ چون الان این مثلا اون تایمی که الکترونیکه فقط همون، یعنی قبل و بعدش خالی نذاشتم که شما مثلا از اولش پلی کنی بعد شروع کنی اجرا کردن سر وقتش که میرسه به اون. فکر کنم مثلا اگه میخوان گوش بدین که چه جوریه، بعد همون کاری که گفتین رو انجام بدیم که از اول داشته باشی. این کارو بکنم. آره بهتر، منم راحت تر اینطوری. آره حتما. بچه یه سوال رندوم، زوم توی ایران فیلتره؟ خیلی بستگی داره، همیشه ما با فیلتر شکم میمدیم، الان یه موقعی میخواد فیلتر شکم یه موقعی نمیخواد، الان ما روشن نکردیم. بیشتر من این که بیشتر مواقع میخواسته، حالا شانسی از وقت من. آها اوکی. بعد گوگل میتونه اینا چی؟ گوگل میتونه اینا نیستش فیلتر. اوکی خوبه. اوکی اینا رو بعد از قبل چک کنه یهو سورپرایز نشی. این سوال اصلا از اینا میرسید بپرسم، واقعا فکر نمیکردم زوم فیلتر باشه دیگه. همه چی فیلتره، تو بعد همه چی رو تو این ذهن باشه که فیلتره، بری ببینی چی میشه. چون من بعد نمیتونم بعد کنسل بکنم چیزای اینجا رو، بعد یهو بیام ببینم فیلتره دیگه خیلی بد میشه، واسه همین باید از قبل چک کنم ببینم چه شکلیه. بعد الان برقا هم میره توی ایران چند ساعت بعد دارم به این فکر میکنم که من چه شکلی هم اینترنت و اینا همه چی قطع میشه. اینترنت سیم کارت اگه بتونین داشته باشین اونا خوبه کیفیتش. آره ما اصلا بهتره بعضی وقت همراه اول من استفاده میکنم. آها اوکی وای دیگه خیلی واقعا. پاور بانک داشته باشین چند تا، اینترنت گوشی که از برق رفتن در امان بمونه.
هر سوالی یا کمکی اگه من اینجا مثلا چیز حتماً حتماً عزیزم مرسی ممنون حتماً حتماً آره خیلی خوشحال میشم مثلا ببینمتون از نظر آره ما باریم که بشه ببینیمتون آره حتماً مرسی ممنون خب پس حالا اینا رو من آماده میکنم بعد با ایمیل در تماس هستیم مرسی خیلی ممنون فرزام جان ممنون مرسی دست همه درد نکنه خیلی عالی دست نکنه و تا دیدار آینده بعد میشه بعد دیگه بعد توی سپتامبر اینا فکر کنم بشه حالا قرار میذاریم دیگه آره دیگه هر وقت که از ایران برگشتی و آره ریکورد پروسس ریکوردینگ اینا شروع شده اینا آره عالی مرسی مرسی روز همگی خوش قربونتون فعلا مرسی